یکی از مسائلی که هر ساله از اون توی کنکور داده میشه مسئله لوله های یوشک هست از مپس فشار. میریم با هم یه دونه از اونا رو بررسی کنیم. در شکل مقابل فشار نقطه آ چند کیلو پاسکال است؟ ببینید، نگاه کنید به نقطه آ. اگر ما بخوایم از حالت عادی فشار نقطه آ رو به دست بیاریم، باید این اچ رو داشته باشیم. در ضمن پی این گازی که بالای سر این هست رو هم داشته باشیم، که اچ رو نداریم، پی گاز رو هم نداریم. پس ما باید دنبال یه راه دیگه باشیم. یعنی چی؟ مثلا دو نقطه یه هم فشار رو پیدا کنیم، این نقطه و این نقطه، مثلا اسم اینو من میذارم نقطه B و این نقطه C. پی B و پی C رو با هم مساوی قرار بدیم و بعد از این راه پی نقطه A رو وارد قضیه کنیم. پی B رو مساوی با پی C قرار میدیم. اینجا ببینید، بالا سر نقطه B آب هست، پس میشه روی آب G H بالا سر نقطه B. ببینید، به اضافه پی این نقطه، نگاه کنید به شکل پی این نقطه، خب اینو نداریم، ولی میدونیم که با پی A هم فشار هست. به اضافه پی A از اون و روی G و G در H که بالا سر نقطه C هست، به اضافه P صفر. جایگذاری میکنم این قسمت، روی A پس 1000، G 10. ببینید این H هست 20 سانتی متر که معادل 0.2. P A رو من میخوام، به همین صورت نگرش میدارم. اون وقت چگالی G و 13600 ضرب در 10. اچ نقطه سی، ببینید یه دونه 20 سانتی متر داریم، یه دونه 30 سانتی متر داریم، 50 سانتی متر، و ضرب در نیم. پی صفر رو هم که به همون داده 10 به توان 5. خب به راحتی به دست میاد دیگه. اینجا این مقداره هست 2000 به اضافه پی آ، اون قسمت هم به دست بیاریم میشه 68000 به اضافه 100000. و از اینجا میتونیم پی آ رو به دست بیاریم، 166000 پاسکال. اگر که یادتون باشه تو صورت سوال گفته بود چند کیلو پاسکال، و از اینجا من میتونم پی آ رو به دست بیارم، 166 کیلو پاسکال.